امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این جمعه در پاریس از ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا استقبال کرد. این اولین نشست سران دو کشور از سال 2018 به این سو است. روابط بین بریتانیا و فرانسه در کشمکش های پس از بریکسیت بر سر حقوق مایگیری و سایر مسائل سرد شده است. اما تهاجم روسیه به اوکراین بریتانیا و همسایگان اروپایی آن را با اوکراین نزدیکتر کرده است و پس از روی کار آمدن سوناک در اکتبر که گفته می شود عملگرا و تکنوکرات است، روحیه بهتر شده است. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا طی این سفر ایجاد یک مرکز جدید بازداشت برای مهاجران در شمال فرانسه و یک مرکز فرماندهی جدیدی را که تیم‌های پلیس بریتانیا و فرانسه را گرد هم می‌آورد اعلام کرد. او در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با امانوئل مکرون گفت 500 افسر دیگر با پشتیبانی هواپیماهای بدون سرنشین برای کنترل بیشتر در سواحل فرانسه گشت خواهند زد. امانوئل و من عقیده مشترکی داریم. باندهای جنایتکار نباید تصمیم بگیرند که چه کسی به کشورهای ما بیاید. چند هفته پس از روی کار آمدن من، ما بزرگترین قرارداد قایق‌های کوچک خود را منعقد کردیم و امروز همکاری خود را در سطح بی سابقه برای تحقق این مسئله گسترش دادیم. از سوی دیگر روز پنجشنبه جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از برنامه ریزی خود برای سرکوب قاچاقچیان در یکی از شهرهای جنوب ایتالیا در نزدیک ساحل خبر داد که در آن چند قبل یک قایق چوبی پر از مهاجران شکسته شد و ده‌ها نفر کشته و بسیاری مفقود شدند. من فکر می‌کنم بهترین راه برای احترام به قربانیان این است که کاری انجام دهیم تا اطمینان حاصل شود که این تراژدی‌ها دیگر هرگز تکرار نمی‌شوند. بنابراین ما در این شورای وزیران فرمانی را تصویب کردیم که به این موضوع می‌پردازد و این کار را برای تأکید مجدد به عزم خود برای شکست قاچاق انسان انجام داده‌ایم. responsabile di questa tragedia. La nostra پاسخ ما به آنچه اتفاق افتاد یک سیاست سخت گیرانه در مورد این موضوع است. بسیاری از کشته شدگان و بازماندگان فاجعه 26 فوریه در حال فرار از افغانستان، ایران، پاکستان و یا هم سوریه با امید پیوستن به اعضای خانواده خود در ایتالیا و سایر کشورهای اروپای غربی بودند. با وجود غرق شدن قایق 80 نفر در این حادثه جان سالم به در بردند.